درود بر هم میهنان عزیز، امروز دوشنبه 1 اردیبهشت با خلاصه اخبار او تودی در خدمت شما هستم. پس از آنکه محموله 4 میلیون دلاری تجهیزات پزشکی برای مبارزه با کرونا شامل 370 هزار ماسک سلایه، 370 هزار ماسک N95 و 370 هزار گان از طرف برنامه جهانی غذا تحویل هلال احمر جمهوری اسلامی شد، جواد ظریف با دست پر به سوریه می رود. خبرگزاری فرانسه به نقل از منابع عراقی و غربی مدعی شد آمریکا حمله به 122 هدف گروه‌های نزدیک به رژیم ایران در عراق را طراحی و شبیه‌سازی کرده است. پروفسور لوک مونتانیه، کاشف ویروس ایدز و برنده جایزه نوبل 2008 گفت کرونا ویروسی دستکاری شده است که به طور تصادفی از آزمایشگاهی در ووهان چین به بیرون سرایت نموده است. پس از بریتانیا، فرانسه و ایالات متحده، آلمان هم چین را در شیوع کرونا مقصر دانسته و حتی یک صورتحساب 130 میلیارد پوندی برای خسارت‌های ناشی از این همه گیری صادر کرده است که این کار خشم چین را برانگیخته است. مناف هاشمی، استاندار سابق گلستان که در جریان سیل این استان در فروردین 98 در سفر خارج از کشور به سر می برد، از سوی حناچی شهردار تهران به سمت معاون حمل و نقل شهرداری منصوب شد. به نقل از روزنامه دولتی از صباح عراق، احمد العبادی گفت میزان برقی که نیروگاه‌های عراق تولید می‌کنند نیاز داخلی را به انرژی پوشش می‌دهد و بر همین اساس عراق به مقدار 75% درصد بی‌نیاز از خرید برق از ایران شده است.